قیافه مامانم رو میدیدی وقتی پنسی رو دادم دستش. اولش گفت وای چقدر ملوسه، چقدر مامانیه. بعد وقتی پنسی شروع کرد به سر و صورتش رو لیس زدن، یه بارکی وردش کرد زمین سگ بیچاره رو. پنسی هر موقع از اون بعد مامانم رو میبیناد همینجوری پا میذاره و فرار در میره. تو اصلا گوشت با من هست؟ تو کی میخوایی بشینی اونجا همینجوری سر و صورت بشوری؟ اون آب کثیف زدی به صورتتا. هی من میخوام با تو خوب باشم، هی یه کاری کن که با هم چیزمون بشه، دوامون بشه. هنوزم که مثل قدیما زشت و بدترکیبه. من مثل همون موقع خیال ندارم در جواب دست کسی تعریف کنم. خیلی بدی. راستی بگو. نه بگو. بگو این بارو میبخشم. من درباره بهمن و امیر میخواستم بگم. امیر برگشته؟ نه بابا، اون 5 سال پیش توی بریستن با یه دختر کامن گرل، یه دختر خیلی معمولی، خلاصه توی رستوران یه دونه از این کلابای بولینگ آشنا شد و دیگه با هم دیگه رفتن آمریکا. بعدم حالا نمیدونم، البته اینی که دارم بهت میگم بعد از کلی دعوا با مامان و باباستا، الان توی نیوجرسیه، اونجا هم با یه پول دزدی پمپ بنزین زده، دوتا توله آمریکایی هم پس انداخته. با پول دزدی؟ آره دیگه. آخه ببین، بابا بهش مانی نمیداد که مثلا اینو به زور برگردونه اینجا. بعد اون وقت مامان به اسم شاپرک بیچاره از بابا پول میگرفت میفرستاد برای آقا. اون خودش رو دیگه اینجایی نمیدونه، اصلا به مامان گفته که دیگه نمیخواد برگرده اینجا. ولی عوضش چی میگن؟ جورشو بهمن بیچاره داره میکشه. ببین خیلی دلش میخواست بیاد لندن پیش من، ولی نه مامان قبول کرد نه بابا. الان بابا داره به زور میفرستدش سربازی. چی؟ سربازی؟ بهمن و سر. ببینم نکنه فکری فقط تو ارزشو داری. اون الان واسه خودش یه افسر عالی رتبه است. نه. شوخی کردم. ببین رهی، باورت نمیشه چی میخوام بهت بگم. بابا فرستادتش پیش عمو کار کنه. حالا چی؟ که مثلا سربازیشو میخواد درست کنه براش. این داداش خوبچه بیچاره من هر روز صبح بلند میشه میره پیش عمو که چی مثلا فکر مونه داره سربازیشو میگذرونه. اون وقت غافل از این که 2 سال کارت معافیتش تو جیب باباشه. عمو الان مگه الان عمو تو ارتشه؟ تو ارتش چرا؟ میگه بهمن میره پیشش برای اینکه سربازی. نمایندگی بازرگانی داره دیگه. ها. خوبه. حالا خوبیش اینه که عمو یواشکی دستمزدشو میده به مامان، براش پس انداز میکنه. خیلی دلم براش میسوزه. حالا چرا بهش میگی خوبچه؟ آخه باید ببینیش. خیلی توپل مغول و سفید و اینا شده. ولی شوخی کردم، بیشتر به خاطر اینکه پوکچه آزمایشگاه مامانم ایناست. پس الان دیگه یعنی رابطه بابا و عمو اینا خوب شده دیگه دوباره؟ رابطه؟ آه محصول ارث و میراث و اینجور چیزاست. حالا نمیدونم، ولی مامانم کلن هنوز یه جورایی چیزه، یعنی سرده. ولی دوتا داداشا یه جوری با هم دیگه کنار اومدن. الان عموم با زنش نمایندگی محصولات چیزو دارن. چی؟ کلمن ان پرفکشن. سوسن؟ سوسن کیه دیگه؟ زنش دیگه، سوسن. آه تو زن دیوونش رو میگی؟ ببینم تو هنوز یادته؟ بابا اونه که همون موقع طلاقش داد. اون وقت دخترشون چی شد؟ نرگس مون پیش مادرش یا عمو پسش گرفت؟ پسش گرفت. معلوم شد که تو عموی منو نشناخت. حالا اون موقع خیلی جوش دخترشو میزه. ببین من که اینجا نبودم نمیدونم، ولی حتما ادا در آورده. اونطوری که مامانم میگفت سوسن میخواسته ازدواج کنه دو مرتبه. بچه رو میاره بده به عموم، عمومم قبول نمیکنه. یعنی چیز میکنه دیگه، لج میکنه. بعد داداش سوسن بچه رو میبره پیش خودش. این دفعه از اونوری عموم لج میکنه. میگه نمیخوام بچه قاطی اینا بزرگ بشه. الان پیش عموه. چیه خوشحال شدی؟ ببین دیگه نرگس اون بچه این نیست که مامان باباش دعواشون میشد و تو بغلش میکردی میبردی تو اتاقتا. الان بزرگ شده 17 سالشه. یادم رفته بود. تازه از وقتی عمونم برده شرکت چشم خوبچه بیچاره منم بهشه. من ازدواج دخترم و این پسرم روی کنم؟ چه میدونم. مامانم میگه که یه جورایی نقشه عمو محمود رضاته. یه جوری میخواد دخترشو
چیز کنه. چی میگین؟ بله. آره. وای نمیدونی چه اون روزای اول حرف زدنم سخت بود. خود خوشم از وقتی من اومدم هی گرفرنداشو میاره تا من نظرم راجع بهشون بگم. فکر میکنه حالا من بگم خوبه و خودشم خوشش بیاد دیگه کار تمومه. حالا از عمو بعید نیست یه خیالاتی داشته باشه. با اوضاعی که عمو به هم زده من بعید میدونم. نمیدونم مگه اینکه به خاطر زن دومش بخواد زودتر از شر نرگس خلاص بشه. نگفتی بالاخره کیو گرفته؟ مامان جمیله از فامیلای دور و اطراف خودش یکیو بهش چیز کرد. چی میگین؟ قاله؟ ببین بد نشو. تا عمو اشرفو داره مامان من این وسط چی کار است؟ عمو خواستش اشرفم بنشون چیز کرد دیگه. چی میگین؟ واسطه شد. اونم لابد این وسط یه چیزی گیرش اومده. دروغ چرا نمیدونم. حالا به قول عمو بگذاری. تو چی کار میکنی؟ هنوز نقاشی میکنی؟ نه دیگه. خیلی وقت دستم به قلم نقاشی نرفته. به قول عمو بگذر. میگم یه کلمه از خودم نپرسی یا چی کار میکنم، ازدواج کردم نکردم. راستی این ای چیه وسط این پالت نقاشی؟ علامت خاصیه؟ یه ای وسط یه پالت نقاشی شاید ها؟ یا نه انگار یه بی و یه سی هم داره. سی ای بی ای بی. بذار ببینم چیه. که بی نداره. نه دیگه سی ای بی. واو چطور من تا حالا دقت نکرده بودم. تو حواست به چه چیزایی هست؟ چقدر حواست جمعه. Anyway بهتره بیشتر از این از این شاخه به اون شاخه نپریم. ببین رحیم من باید قرار گذاشتم تو رو هر جور شده از این وضعیتی که توش گیر کردی نجات بدم. تو هم رو حرف من نباید حرف بزنی باشه؟ آقا چیزی میخوری براتون میارم؟ چه عجب عمو جان یه سری به ما زدی. کباب میخوری برای من؟ من اصلا کباب مباب اینجور مزخرفات نمیخورم. اینجا والا فقط کباب و دیزی و این چیزه بدم شدیم. ببین من اینجور جاها لب به دیوان آبشونم نمیزنم. چی میگی؟ نمیشه که هیچی نخورم. نهار فقط کوبیده داره اونم نیم ساعتی دیگه حاضر میشه. آقا نهار نمیخوریم، نوشیدنی خنک چی داریم؟ ودکا، شراب خونگی، آبجو، کانادا داره. کانادا؟ دوتا لیوان خانومم بی زحمت تمیز بشوری، دست شما درد نه. چشم. خب تو که خودت میخوای سفارش بدی، چرا به من میگی؟ حالا بگذاریم، همون حرف اصلیمونو بزنیم. سوال من الان اینه که تو میگی که رابطه عمو محمود رضا و بابا الان خوب شده. اون وقت تو این وسط تو چجوری تونستی عمو رو راضی کنی به خاطر من به اون سرتیپ رو بندازه؟ کدوم سرتیپ؟ عمو قرار بوده به کی رو بندازه؟ از چی داری حرف میزنی؟ سرتیپ ایادی رفیقش. مگه تو ازش نخواستی منو هر جوری شده پیدا کنه بکشونه تهران؟ چی داری میگی؟ اونا که اگه دستشون به تو برسه تیکه بزرگت گوشته. ولی تو سرتیپ ایادی رو از کجا میشناسی؟ باز اون بازی ها و دروغ دغلای قدیمی شروع شده. من نمیشناسمش. اسمش رو شنیدم ولی پسرش چند روز پیش اومده بود لوجستیک، فقط فکر کنم به این بهانه که منو ببینه. تو رو ببینه؟ بر چی میخواسته تو رو ببینه؟ دیگه نشد بپرسم. خیلی اصرار داشت بدونه من این اواخر اصلا شماها رو دیدم یا نه. اگه عمو ازش نخواسته منو بیاره تهران، از کی ازش خواسته؟ ببینم مقصودت از دروغ و دغل قدیمی چی بود؟ جواب منو بده. بد کردم انداختم خودم و وسط تو رو از این جهنم بیرون کشیدم؟ عصبانی نشو شاپره. موضوع اینه که هر وقت پای تو میاد وسط من نمیدونم دیگه قراره چه بلایی سرم بیاد. اولین بارم پای تو وسط بود که مامان بزرگ به بهانه تو منو بکشونه خونه خودش، بخواد برادر خوندهشو دق بده، ولی بدبختی های من از همون وقت شروع شد. الانم بعد از این همه سال دوباره سر کله تو پیدا شده، دوباره پای تو اومده وسط. منم نمیدونم که باز این بار بابا و عمو چه خوابی برام دیدن.
چی کار باید بکنم؟ رو راست پای چی رو باید امضا کنم؟ کجا رو باید انگوش بزنم؟ هر کاری هست بده، بده انجام میدم. خیلی خودخواه. Such a stupid boy. خیلی خودخواهی. نه که خیلی هم مال و منالی چیزی از خودت داری؟ منو ببین، واسه کی خواستم خودمون به زحمت بدم؟ روزشی دوشتاره گرفتم، پوستی آورد داد دم در. این از خارج اومده؟ پوستی گفت از لندنه. یوسف میگفت تو کسی رو غیر از دخترم و پسرم رو تو لندن نداره. نامه از اوناست. تو نامه تو بخون، من برم یه چیز برات بیارم. شنگا رو ببینا. یه دقیقه سب کن. یادتی که کجاش میکنم؟ مامان اینا که اینجا اومدن، من یواشکی یه چیزایی از بهمن شنیدم. آدرس خانه آن دکتر پیر را هم که زیر پایت نشسته از بهمن گرفتم. رهی، بهتر است به حرف اینا آن گوش ندهی و پیش بابا برگرد. آنهایی که به تو میگوین نوه اقدس الملوکی همه دنبال پول هستن، ولی تو اگر میخواهی هم خودت از در به دری در بیایی، هم من وقتی برمیگردم سر قول و قرار بمانم، برگرد پیش بابا و از او معذرت بخواه. من به مامان هم گفتم، او از بابا قول شرف گرفته که تو اگر پسر خوبی باشی و برگردی، دیگر نه بابا کاری به تو داشته باشد، نه ناصر قصاب، نه بقیه. من اون موقع صبر کن. فرض کنیم دختری که اون موقع این نامه رو برای من نوشته نمیدونسته من وقتی هول میشم چرا زبونم میگیره، ولی اینم نمیدونسته که با صحبت کردن از قول و قرارش منو داره میکشونه تو دام بلا. من اون موقع فقط 13 سالم بود، میفهمی؟ 13 یا 14 فرقی نمیکنه. این مال همون وقتیه که اون قاضی بی پدر و مادر مجبور شد برای بابات احضاریه بفرسته. مجبورم کردن بنویسمش، بعدم با یه آدرس دیگه فرستادن برای تو که نه تو آدرس منو بفهمی نه من آدرس تو. تازه بعدش بود که از چی میگن از زیر زبون بهمن کشیدم بیرون، فهمیدم ماجرا چیه. از این که بعد این همه سال بلند شدی اومدی یه ریز از سگ و گربه و خوک و این چیزا برام حرف میزنی، لابد به خاطر اینه که میدونستی چه بلاهایی سرم اومده و چه بدبختی هایی کشیدم. میدونستی بابا چه جلادیه و اومدی از دستش نجاتم بده. نه که تو خیلی حرف منو گوش کردی که الان ناراحتی تو دام بلا افتادی یا نه؟ ببین منم خیلی چیزا میتونستم ازت بپرسم، ولی نپرسیدم به خاطر اینکه تو دنده چی میگن لج نیفتی. وگرنه منم میتونستم بگم ببین میخواستی هرس مال و منال مادر بزرگ منو نخوری که انقدر بدبختی هم نکشی. بابا یه چیزایی داره حالیم میشه. مادر بزرگ تو فقط؟ بله مادر بزرگ من یا عمه ناتنی تو. فکر میکنی نمیدونم که تو گول حرفای مامان تو اون عمو محمود رضای مارمولک رو خوردی که فکر کردی پسر عموی منی و بعدم رفتی این ور اون ور تو روزنامه ها تو نیوز پیپر همه چیز حرف زدی و آبروی همه ما رو بردی؟ اون وقت تو چرا به جای عمو محمود رضای مارمولک از بابای باشرفت نخواستی دنبال من بگرده؟ یا اینکه اون کسی که اصلا دنبال من بوده سرکار علیه نبودی؟ اصلا میخوای همه چیز رو بدونی؟ هیچ کس جز من همه چیز رو نمیدون، حتی افشین عیادی و باباش. افشین با اینکه ما با هم نامزد کرده بودیم از رو حسودی اومده تو رو دیده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ببینه که من و تو هم دیگر رو قبل از این دیدیم یا نه. بفرما اینم نشونش. حالا فهمیدی چی شد؟ من حتی به خاطر خودم هم دنبال تو نیومدم، چه برسه به خاطر عمو یا بابا. ولی حالا که میبینم اینقدر چیز شدی، بی‌انصاف شدی، برات میگم. من اصلا کاندیشنم با افشین این بود که بعد از پیدا شدن تو ازدواج کنیم با.
گوش کن رهی، ببین چی میگم. من اگر که اون زمانی که اون پی... تو گوش کن. من که الان این که بهت میگم فکر کنی از روی دلخوریه، ولی واقعا الان فقط میخوام تنها بشم. باشه تنها باش، ولی میشه یه دقیقه گوش بدی؟ اون زمانی که اون پیغامو دادم اون خدمتکارمون، اسمش چی بود؟ کوکب برات آورد. من یه بچه بودم، فقط 13 سالم بود. خب حالا چی شده؟ من الان اینجا برگشتم. نه هیچی نشده، اتفاق نیفتاد. به همون وقتی که منم میخواستم با یکی دیگه ازدواج کنم نشد. در ببین الان من میتونم رابطه تو و بابامو با هم جوش بدم. به هدفت هم برسی تازه برمیگردم همون جایی که 9 سال پیش بود. اونایی که بعد از رفتن تو شد اول جاده بدبختی ها و در به دریا. شما که باز برگشتی، یارم کانالاتونو تا گازش نرفته. دیشب داشتم در به در دنبال یه لباس مناسب میگشتم، همین که وقتی میام پیشت دوباره مثل همون وقتا مسخرم نکن، مثل همون شب جشن تولده. اون شب از یکی از دوستای همکلاسیم لباس قرض گرفتم، بعدنم بهمن قضیه رو برات گفت. اسم اون دوستم جمالی بود. کوکچه باید حتما یادش باشه. عاقبتش هم این شد که تو شلوغیای 30 تیر کشتنش. نه فقط اون، همون دکتر پیری که میگفتی، یه دانشجوی شهرستانی به اسم یوسف و خیلی های دیگه. میبینی این شاپرن فاصله بین من و پدر تو رو رد خون همین آدم ها پر کردم، چیزی که نه میتونم نه میخوام که فراموش کنم. تو که میدونی من دوست ندارم این چیزا رو بشنوم، چون به من هیچ ربطی نداره. بلند شو بریم، حالا یه موقعی وقتی حالت خوب بود با هم صحبت کنیم. باشه. ای تو اون روح مردم آزارتون، مگه دیگه این جهان ای؟ اگرم در حقم یه لطفی بکنی درباره اینکه نامزدت اومده منو دیده چیزی بروش نیاری خیلی خوب میشه. تو لطفاً به مسائل خصوصی زندگی من کاری نداشته باش. در حال اون یه افسر نیرو هواییه، منم یه گروهانسه آشخور. چی شد؟ چه وایسد؟ من دیگه برم بهتر. بختم بلد نیستم. راهی تو الان چی کار میکنی؟ کجا زندگی میکنی؟ اصلا جایی داری برای زندگی؟ نمیخوام فکر کنی یه وقت دارم به مطلک میگه. راستش به خاطر کسایی که باشون زندگی میکنم دیگه اطمینان ندارم. باز دوباره موضوع درز نکنه و تو رو زورت نکنن که علشو خدا. من خودم دوباره با تماس میگیرم. حواست کجاست گروهبان؟ عاشقیه دیگه. عیدی پشتت باد خورده، هی خرابکاری میکنی. عیبی نداره. میفرمودین. ببخشید.
میفرمودید سرهنگ. قربان ببخشید که بی موقع مزاحم میشم. الان یه خبر شنیدم، گفتم شاید برای شما و آقایون مهم باشه. بگو. آقای بروجردی فوت کردن قربان. کله گندهشون رفت. در پی آرزه فردی جان به جان آفرین تسلیم نمودن. به همین مناسبت اعلی حضرت شاهنشاه تلگرام تسلیتی برای آیت‌الله خمینی ارسال فرمودن و همچنین بنابرای حکیم دیگه کدومشونه؟ اینجا نیست، نجف هست. تلگرام اعلی حضرت همایون بیشان است. به نام خداوند بخشنده مهربان. ببخشم سرهنگ، با اجازتون این وسایل جمع کنم. بساط ای در روی میز بردار. هر کی هم که اومد فقط همون چای رو بده. بله چشم شد. جان سم ببخش، می‌خواستم یه سوالی از هیچ بخشید. ببینم این 7-8 روزه اید اتفاقی برات افتاده؟ خیلی جان سنگ چطوری؟ از صبح تا شب تو عالم هپروتی گیج میزنی. حالا چی میخواستی بپرسی؟ راستش اگه جسارت نباشه میخواستم در مورد این جام سروان عیادی، همون پسر سرتیپ عیادی که اومده بودن خدمتتون، ازتون سوال کنم. اینکه شما میشناسینشون، اینکه چجور آدم هایی هم. ببینم چرا فکر میکنی من از عیادی ها چیزی هم بدونم جواب تو رو میدم؟ چون من نماز خوندن تو رو دیدم، تو هم قرآن خوندن منو؟ نه جام سروان، اول عیدی فهمیدم میخواد با یکی از اقوام ما وصلت کنه. واسم بدونم چه جور آدمیه، بیشتر از این بابت پرسید. ببخشید. منظورت از اقوام خودت همون خانواده بهادریاست؟ بله. نمیخواد دلواپس اقوامت باشی. کسی مثل سرتیپ بهادری خیلی بهتر از من تو میدونه داره با چه خانواده‌ای وصلت میکنه. بله جناب سرهنگ، ولی آخه برو به کارت برس گروه بان. دیگه برای تقلید کردن نون آیت الله حکیم. بسه شما چیکار میخواهم بکنید آقا جون؟ مرجع تقلیدتون کی میشه؟ هنوز که نمیدونم. قرار حاج محسن با آقای فلسفی سلام مشورت بکنه، اون وقت با اهل قهوه خونه بریم مجرش که ما رو تو جریان بذاریم. بل کن آقا جون تو رو خدا، بیا بریم. من دنبال کار کردن تو بازار نیستم. همشوری اکبر بری بحانه میان اونجوری سن نرسهش میتونی تو جیبه بذاری، اون وقت ننمونی تمین برمار بتونه بسپاره که تو بازار کار بکنی. ای بابا آقا، آقا دارم میرم. آجا با سلام علیکم. علیکم السلام حسین. بازم عرض تسلیت. سلام علیکم. علیکی سلام. قدم رنجی فرمان. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. چرا تسلیت به من؟ تسلیت به جمعی مردم، تسلیت به مؤمنین و مؤمنات، تسلیت به خودتون. ایشالله که هرچی خاک ایشونه بقای عمر آیات اعظام باشه. انشالله انشالله. ولی کو تا این باغ دوباره همچین گل به ثمر بشونه. ما هنوز نمیدونیم کیو از دست دادیم. رشادتی که این مرد در خوشخوندن ریشه بهاییت از خودش تو این مملکت نشون داد، حالا حالا هم مونده که معلوم میشه. بله اتفاقا حاج آقا،
با نبم ذکر خیرشونو کرد. آجوغ ایشون رهیه، همونی که خدمتون عرض کردم. بله، به جا آوردم. هر وقت به حوض خونمون نگاه میکنم برای دعا میکنم جوان. قابلی نداشت آجوغ، کاری نکرد. البته این بابا بزرگ تو عادت داره هر کی به من معرفی میکنه از حسن و جناتش یک ساعت من برمیگذاره. از پسرش هم خیلی تعریف میکرد. والا تعریف نابجا نکردم آجوغ. خیر، من درس نکردم نابجا. شما گفتی اسم چی بود آقا؟ رهی آجان. رهی؟ رهی، بله. کاش پدرت اسم بهتری برات انتخاب میکرد. ادب و اسم خوب بهترین میراثی که یک پدر برای پسرش میگذاره. بابا بزرگت میگه سواد و تحصیلات هم داری. فقط سیکل دوم هم نتونستم بگیرم. آقا جونم بیرا نفرموندن. البته الان که وقتی اینجور کارانه. آجاقا ایزده مرخصی میپرمایی؟ تشریف میبرین؟ با ایزدتون دیگه. خیلی زحمت کشیدی این قدم رنج فردونی. آقا جون بلش کن میگه. میبینی که یه سر داره هزار ساله. تو رو درواسه خدا هم گیر کرده بنده خدا. ازش صدقه که نخواستم. نمیشنسیش پشت سرش حرف نزد. داداشه از من بپرسی آقا میخواد هر جور شده جایزه گرفتن تو واسه زیور نجبر جبران کنه. خب خب پرسیدم مگه ازت؟ نه. گروه مرده کامین تو نمیخوای بالاخره این لباسات رو بشوری؟ چرا تمیزی که سرکار سو؟ اوی گلاب شابدالازمی خفمون کرد بابا. نکنم واسه قیمه شب هفت و ده دوازده طرف که هر روز فلنگی ببندی بیری ختمه. چه ربطی داره سرکار سوار؟ شاهنشاه هم رفتن ختمه شد لابد واسه قیمه شب هفت بود. ببخشید. بله 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 شما؟ بله هست. بله گوش گروبا با شما تلفن کار داره. یه خانومه هست. این چاییر هم ورده ببری چای جوشی داره. این البیکر هم بعضی مورد میشوری تمیز میشوری. خوب واسه خواهد داری فک فامیل پیدا میکنی. از در دیوار مشل وسط داره میباره. چجوری هست؟ ببخشید. از این به بعد هم داری با من حرف میزنی زرت پرت زیادی نمی کنی. گوشاتو واکن حمیدی. الو سلام. سلام شما این؟ من الان نمیتونم صحبت کنم. کجا؟ بله ولی معلوم است کارم که الو الو باشه باشه حتما. خدا گفتم الان تلفن میسوزه. سرباز چی میخوای اینجا؟ اینجا رزروه بار بیرون. دعوت خانم بهادری هست. مهمونی ایشون هستی؟ بله. ببخشید نشناختم. گروه با. بفرمایید از این طرف. بفرم. گستاخی ما ببخشید. آخه خانم نگفته بودن مهمونی ایشون نظامیه. شهرام بیا اینجا بش. خانم بهادری مهمونتون تشریف آورد. آفیسر ما رو باش. با همون لباسه آشغالیش هم بلند شده اومده. سلام. 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 شناختیش؟
همونی که ازم سراغش رو میگرفتی؟ خوبی آقا رهی؟ ای نرگس، حالا چطوره؟ نرگس خانم، کشمیشم دوم داره. بهمن، زود بود خرابش کردی. چیه؟ تو که هنوز ته پته میکنی که غلام زیاده من. بهمنه، چه شکلی شده؟ حالا چطوره؟ چطوری بچه تو دهی؟ بیا باشو. ببین خیال نکن سنگی که زدی به ماشین بابام یادم رفته. زدم یادت نره. ای بچه بابا. ببینم. حالا شما خوبه؟ خوبه. بزرگ شده. بشی. من زیاد نمیتونم بمونم. بس زود برگرم. نه ایمده ای برم. برم راننده. تو چی میگی هی میخوام برم؟ بخواه زیاد واقعا نمیتونم برم. ببین زیاد ناز کنی زنی جانم بابا بیاد نازده بخره ما بزنم نگیزه زنم رهی قبل از شام یه نوشیدنی سفارش بده. چیزی نمیخوام تعارف میکنی؟ نه بگو نه نه بگو زود باید برگرم باید تلفون هم میخواستم بهت بگم دیگه نشون الان وقتی حرف هست آقا منتظر نمیخواد آقا بده من از همین بساش میرزم خوراکت خب پس چای داریم؟ حرف بری زنیم بخواه بخواه پس یه لیوان آب دست شما داره آب بیا بساش نمیدونم 18 ساله شده یا نشده از مامان باید بده چیزی بگیری؟ مرده که خوبه که خودم بود بودا گنجه مامان بزرگ بسید کش میرفتم واسه من؟ تو که کلن چیزمی زیاد کش میرفتی ولی فقط وقتی واسه من بود که مامان بزرگ مچه میگیره سیگه این زرنگی همون قبول دارم نهی یه زرنگ زرنگی هایی داره مدرسه بگم هرچی میگم این نرگسی باور نمی کنه جون بابا گو شاپرک یه چیزایی بهم گفته من نمیدونم اصلا تو این ماجرا چیکار به بابا داری تو عمو هست من نیستم به عمو میگم بیارتت مثل خودم تو شرکت این یه سال سربازی تو اونجا بگذرم بهمن اینقدر نخور تازه سر شبه ها بابا شاپرک گل که لگم نمی کنم که من این نگفتی به اینجا خرفمش کن خب بزه دیگه آقا جان ما تو شرکتمون در به در دنبال یکی میگردیم یه کارهای تبلیغی این محصولاتونو بکنه هر روزو نقاشی مقاشیاتو که از آن چطوره میای؟ بیا البته آقا رهی من نمیدونم شما وقتی که کوچیک بودین بابام با شما چه رفتاری داشته ولی باور کنین ته دلش هیچی نیست ببین کجای باباش برای من شوخی نکنم چی؟ شما های تو دیگه نخنده مذارد خب منظوری نداشتم شما ای بهمن نخند دیگه بپشه بسه دیگه بابا سکوت بشه بشه ببین گوش بده چی میگی؟ فرصت های برات بیفته مجون همون؟ نه حالا بذار بعدم در روش حرف میزنم ای بابا چی حرف میزنی صحبت میکنی صحبت میکنی ما تمام سرنخه رو بسه همون اومدیم رفته اصلا منو باش که از کی دارم میپرسم ببین اگر این چیزی که بهمن میگه نشود تا پایان سربازیت کار شرکت رو میبری وقت چیز بگو دیگه بیکاریت انجام میدی آره دیگه وقت چیز دیگه بیکاری اینا بیان دوره هم خوش میگذرم پاشو پاشو نرگست دارم تو پردالت گرفت و شدل درم پاشو یه تکونی بدی نه بهمن باره نه شوهر اگه بچه تو دیگه رو بردی بیا تکونی بده پاشو بیان اون باباش اجازه نمیده به شوهر رو نمیگم پاشو بیا تکونی بابا بهمیان دارم سعی میکنم بهمیان تو چند قدر رفت گردی اینجا که گرم نیست به این جای مونده بالا خیلی عادتم یه ناراحت نمیشه من دیگه باید برم بگی بشین قهوه‌تو بخور نکنه میخوای همیشه تو خراب کنی این نقشه است که اول دورو بریاد قبولت کنن بعدم اصل کاریا شاپر اگه چیزی بجای من هست که اگه تو بدونی فکر کنم بهتر باشه اصلا
اصلا نمیخوام بدونم. من چیزی رو که نمیشه تو کار بیاره نمیخوام بدونم. ماه دیگه‌م عروسیمه، باید بیا. تا اون موقع میخوام تو رو از این وضعیت بلا تکلیفی در بیارم. من فردا دارم میرم عمو رو ببینم دفترش. مطمئن باش راضی کردن اون هیچ کاری نداره. عمو کنار بیاد بعدش راحت میشه بابا اینا رو راضی کردش که اصلا گذشته و همه چیزو فراموش کنه. بی خود برام نفس اونجوری نکش. دست خودم بود حتما نمیکشید. راستی اون روز بهم نگفتی کی بود؟ کی؟ همونی که قرار بود دور از چشم من باشه ازدواج کنی ولی نشد. کی بودن؟ اونم همون چیزیه که گفتی نمیخوای بدونی دیگه. اوکی. ولی بذار منم یه اعتراف بکنم. منم قرار بود دو سال پیش ازدواج کنم ولی نشد. با افشین ها. کی پس؟ همون انگلستان؟ آره. تو هایت پارک باش آشنا شدم. یه دانشجوی خلوچل ایتالیایی. بگو چی کاره بود؟ یه دانشجوی ولگرد ایتالیایی که تو پارک پرسه میزده بود. نه با بیچاره صبح حقوق میخوند تو دانشگاه. بعد از اونم میمندم اینجا واسه خودش نقاشی میکرد. اهل جنوا بود، پدر مادرش ایتالیایی بود. خواهرش منچستر سیتی زندگی میکرد و خودش هم بورسیه گرفته بود اومده بود انگلیس. من تو خونه خواهرش هم رفته بودم. خب پیش رفته بودی. آره. اون وقت چی شد که نشد؟ بابام اجازه نداد. یعنی مامانم لاغر اینطوری میگو. واسه هر دوشون یک سالی چیز داشتیم، بکش و واکش و رفت آمد و اینا، آخر سرم دیگه نشد. بهش میگذیم. پس اینجوری شد که برگشت. اینطوری شد که برم گردوندم. اوی نه یه تو عروسیم جار بزنی یا افشین خبر نداره. تو هم واجب شد بیام. غلط کردی. پس لازم شد حتما بیام. چیه سر شده؟ میخوای بگم برات عوضش کنم؟ نه. تا حالا شده جایی باشی که ندونی چرا اونجایی؟ من نمیدونم الان چرا اینجا. خداحافظ. راهی؟ چی رو واسه خودت کار جور کردی؟ کجا؟ بسر من با آج محسن صحبت کردم. برای شد فردا بعد از با هم بریم حجرش. شرکت چی؟ نکنه با زیر سر مرتضی هست. رهی من رو جلو آج محسن سنگ رو یخ نکن. لا اله الا الله. ببینم اون موقع که خدا داشت گلتو میذاشت تو اونجا بودی که ببینی که واسه بازار درست شد یا نه؟ چطور از پس پریوز تا الان فهمیدی که واسه بازار درست نشدی؟ یه دفعه یه بار کی یادت افتاد؟ طوری شده استاد حسین. خب اومدیم و این کار نشد. خبریه؟ اون وقت من دیگه روش ندارم. خودت پا میشی میری اجرش باش صحبت میکنی. من میگم فعلا گرفتاری. خداحافظ. رهی رهی کارت که حتمی شد یه توک پاپا میش میای خونه بی دروغ دقل به میگین چه کاری بهت گفته باشم. خداحافظ. سلام. ببخشید. سلام. دنبال اتاق آقای بهمن بهادری میگردم. انتهای سالن سمت راست بخش سفارشات. خیلی ممنون. خواهش میکنم. To be a great deal for us, you see. Of it's course. My pleasure, Mitchell. Nice Thank to meet you, so you. Ma'am. Bye. Hope you see you soon. Goodbye. You're welcome. ببخشیدیم بیشور بهمن موقع کار شوخیش گرفته. بفرمایید بهمن جان. بیا آقای رهی اومده. شما بیا. خوبین؟
بالاخره خرم شدی، عاشق در به درم شدی. چطور قلم سیاه من؟ خبر اورتپورت بدارم یه وقت دیگه بیم بابا بیم. پس خبرش رو به من بدید که آقای بهادرین هم در جریان بذارم. بابا بیا چی من شروع کنم میگم شفرک صحبت کرده بیاد که خدا. خانم ببخشید، ایشون رهی اردکانیه. من قبلا با عمو در موردش صحبت کردم. این ممکنه یه دقیقه آقا بهمن، عمو تازه جلسهشون تموم شده، الانم دارم با خارج مکالمه میکنن. اجازه بده ببینم تلفنش تموم شده یا نه. چشم چشم باش. عوض میخوام عهدی خانم ببخشید. رهی رو نشنختین؟ آقا رهی میشه پسر، بگو چرا پسر دایناتنی بابا. آره پسر دایناتنی بابا. ایشون هم خانم عیادی هستن، خانم عمو محمود رضا. یعنی رهی جان تشکیلات به این بزرگی رو انگوش کوچیک این خانم میچرخه. خوش وقتم سر ممنون. علیکی زلام. چیه چیده شو سرت انداز بایی؟ انتظار نداشتی امو هم چی سرقه ای داشته باشه؟ نه با نامزد شاپرک شون نسبت داره. آره دیگه اولا خواهرشه دیگه، دختر سرت بایدی. یکانه اومده اینجا واسده منشی امو، نصف این دمو تشکیلات مال خودش رو باباشه. ولی امم بپرسی من میگم تو این ماجرا امو بیشتر برده. این نونیه که اشرف گذاشته بود. میدونم خودم باعث آشنایی شاپرک و افشین همین خواهرش رو اینا شدن. آره دیگه اولاغ، اینا تو جشن و مهمونی اینا با هم آشنا شدن نیه. اینجا اینجوریه دیگه. حالا تو هم اگه دست از این اومول بازی ترداری نه بره مهمونی و با آدم های درست آشنا میشی دیگه. چی نگاه میکنه؟ دوستش داری نه؟ ای بی ای یعنی عیادی، بیام یعنی به احمد. آره؟ نه قبلا هم یه جا دیگه دیدم. کجا؟ ماشینی که شاپرک داره رفشین داشته داره. آخ آخ آره دیدی رایی چه خوشگله. ناکس سفاره شده انگلیس رو سعی زدن. وای رایی یه دفعه سوار شدم. آخ نگو چه رکابی داره. یعنی جلو پا دختری نبود که بوق بزنم سوار نشه با کله. آبا چی میگی برا خود؟ یعنی عیادی بی یعنی بهادری یعنی چی؟ مگه نمیگه ماشین رو واسه خودش سفارش داده؟ یعنی پیش پیشه که میدونسته قرار رو با خانواده بهادری وصلت کنه ماشینش رو هدیه بده به شاپره؟ نمیدونم، ولی بیش یعنی بهمن بهادری، یعنی قراره بشه. آره باش تا صبح دولتت بدم. درست رو کنم آدم با کار فرماش درست رو کنم. بفهم بله بله بفهم چرا بفهم.